با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همراهان عزیز و گرامی اسکایتو، بنده امیرحسین نساجی هستم و امروز در خدمت شما هستیم با دوره آموزش تایپ بوینگ 737-500 IXEG برای ایکس پلین 11. دوستان، این هواپیما جزو یکی از بست پرفورمنس ترین هواپیماهای ایکس پلین هستش که تقریبا میشه گفت تماما شبیه واقعیت هست. سیستم هاش، پرفورمنسش و کارایش همونطور که میبینید از گرافیک بالایی هم برخورد داره، FPS خوبی رو روی سیستم های حتی ضعیف هم اجرا میکنه و افکت هایی هم که برای اون تعریف شده کاملا، حالا از لحاظ ساوند کاملا ریل بوده و شما میتونید تجربه بسیار دوست داشتنی و عالی از پرواز کردن با این هواپیما داشته باشید و قراره که با هم دیگه از 0 تا 100 این هواپیما رو بررسی کنیم. خب نمای بیرونی هواپیما رو من به شما نشون بدم که از لحاظ گرافیکی چطور هستش. همونطور که میبینید از کیفیت خوبی نسبت به مابقی هواپیمای بوینگ 737 که برای ایکس پلین طراحی شده برخوردار هستش. ریپینت های مختلفش وجود داره، شما میتونید دانلود کنید و همطور که میبینید الان هواپیما خاموشه یا اصطلاحاً روی حالت کلدن دارک هست. من اینو روشن کنم. خب بریم داخل هواپیما. خب جا داره خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که از ابتدای پیدایش اولین جت ایرلاینر ها در دنیا، بوینگ 737 با اقتباس از بوینگ 727 نسخه اپتیمایز شده اون تونست یکی از بزرگترین و انقلابی ترین هواپیماهای این صنعت باشه. دوستان، هواپیماهای بوینگ 737 از 737-100 که موتور JT8D داشتن، -200 که باز هم JT8D بود و جزء دسته کلاسیک بودن، 737-400، 300، 500 و 600 که تا سری 500 جزء نیو جنریشن محسوب نمی شدن، اما بعضی از سری های 500 و به بالا که سری 500، 600، 800 و مکس رو داره میتونیم اونا رو جزء دسته نیو جنریشن قرار بدیم و دوره تایپ ریتینگ هواپیماهای بوینگ 737 شامل دو دسته است، یکی هواپیمای 737 نیو جنریشن و 737 های کلاسیک. همونطور که می‌بینید داخل این هواپیما ما استیم گیج داریم که حالا به اصطلاح تحت لفظی اگر بخوایم ترجمهش کنیم میشه نشانگرهای بخار که در واقع آنالوگ هستن اینها. و بعد از یک توضیح اجمالی بر همه اونها ما شروع میکنیم به استارت زدن هواپیما. همطور که میبینید خب گرافیک خوبی هم داره و فیزیک نویسی قوی هم برای اون انجام شده. همطور که میبینید حتی وایرهاش هم از یک کیفیت خوب و گرافیک بالا برخورد داره. خب بریم از بیرون و شروع کنیم به بررسی هواپیما. ما توی این هواپیما دو تا موتور CFM56 داریم که جزء یکی از پرکاربردترین موتورهای هواپیما برای صنعت هوانوردی هست که اصولا روی بوینگ 737 سوار میشه و برای اون طراحی شده. این هواپیما یک هواپیمای بال زیر هستش که زاویه دایهدرال داره، همونطور که میبینید به سمت بالا هستش و به دلیل ارتفاع کوتاهی که داره اگر از روبرو نگاه کنیم یک صاف بودنی رو زیر موتورهاش میتونیم احساس کنیم که این برای اینه چون ارتفاع هواپیما نسبت به زمین کم هستش، در هنگام انواع لندینگ، چه حالا کراس ویند لندینگ یا چه هارد لندینگ باشه، ترجیحاً موتورها آسیب نبینن و
همینطور حین استارت ارتفاع کافی از زمین رو داشته باشن برای اینکه FOD نشن. خب من یه ذره زوم کنم، یکی از نکات دیگه‌ای که در طراحی این هواپیما استفاده شده و دلیلش ارتفاع پایین هواپیما هست رو نشونتون بدم. در قسمت لندینگ گیر همطور که میبینید ما هیچ محافظی رو برای این قسمت نمیبینیم و وقتی لندینگ گیرها ریتراکت میشن، یعنی ما هیچ ساید پنلی رو برای حفاظت و کاور کردن لاستیک هواپیما یا لندینگ گیرش نمیبینیم و در هنگامی که لندینگ گیر ریتراکت میشه، این در داخل ویل بی قرار میگیره بدون هیچ گونه کاوری و این یکی از نکاتی هست که به دلیل ارتفاع پایین این هواپیما استفاده شده. قسمت تیل سیکشن رو میبینیم که ورودی APU هستش یا Auxiliary Power Unit که به اون یا موتور سوم هواپیما هم میگن. کار اون تولید برق و هوای مورد نیاز کابین هستش و معمولا روی زمین پیش از استارت موتور هواپیما خلبان موتور APU رو استارت میزنه و ورودی هواش از این قسمت هست و خروجی هواش هم همونطور که میبینی از این قسمت. اگر که APU نیاز به مینتننسی داشته باشه، همونطور که میتونید ببینید، حالا ما ارتفاع که گرفتیم اینا رو کامل بهتون نشون میدم، همونطور که میبینید ما میتونیم ببینیم یک اکسس پنل یا پنل دسترسی اینجا قرار گرفته که مهندسین و تعمیرات نگهداری برای سرویس کردن یا اوورهال کردن APU باید از این قسمت اقدام کنه.